در میان شیعیان زیارت اربعین سید و شهدا علیه السلام که روز 20 ماه صفر الاحزان است شهرت بسیار زیادی دارد. مشایه یا پیاده روی اربعین از آیین‌های شیعی است که در روزهای منتهی به 20 صفر برگزار می شود و از گذشته های دور در میان مردم عراق به عنوان یکی از رسوم دیرینه تا به امروز برگزار شده است. همکارم در رابطه با این مراسم بزرگ و تاریخی گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. مشایه که به معنای پیاده روی زائران اربعین حسینی می باشد، یکی از سنت های مذهبی رایج در میان شیعیان عراق است که از گذشته های بسیار دور با قدمتی چند صد ساله محبان اهل بیت از نقاط مختلف عراق به طرف کربلای معلا و با هدف زیارت اربعین حرکت می کردند. بیشتر زائران اربعین از مسیر نجف به سمت کربلا می آمدند و از همان سالهای دور در طول مسیرهای مشایع جایگاه‌هایی برای پذیرایی از زائران توسط مردم عراق و عشایر و روستاهای این محدوده به وجود آمده است. طی چند صد سال گذشته تا کنون رسم بر این بوده که شیعیان عراق با نزدیک شدن ایام اربعین از شهرهای خود به سمت کربلا حرکت می کردند و در مسیر اصلی نجف به کربلا که حدود 80 کیلومتر بوده و معمولاً حدود 2 الی 3 روز به طول می انجامیده با پای پیاده خود را به کربلا می رسندند. این مشایع طی سالهای اخیر به صورت بسیار باشکوه تری برگزار می شود و علاوه بر شیعیان گروههایی از اهل تسنن، مسیحیان، ایزدیان و پیروان دیگر مذاهب نیز در پیاده روی اربعین حضور می یابند. در سالهای اخیر میلیون ها نفر در این مشایع شرکت می کنند به گونه ای که این رویداد را بزرگترین گرد همایی سالانه مذهبی در جهان دانستند. درباره تعداد حاضران در این مشایع آمارهایی بین 12 تا 20 میلیون نفر بیان شده است. مشایع یا پیاده روی اربعین در عراق با آداب و آیین‌هایی از جمله حوضه‌خوانی و پذیرایی از زائران توسط عشایر حاشیه رود فرات همراه است. آیین عزاداری اربعین از 5 روز مانده به اربعین با ورود کاروان‌ها و تعزیه گردانان با اجرای شبیه‌خوانی آغاز می شود. پس از آن دسته های سینه زنی و زنجیر زنی وارد شده و مراسم اصلی در روز اربعین 2 ساعت گذشته از ظهر آغاز می شود. زائران پس از ورود به کربلا نزدیک در ورودی حرم امام حسین علیه السلام ایستاده و در حالی که بر سینه های خود می زنند مرثیه ای را می خوانند و تکرار می کنند و در پایان سینه زنی دست ها را به نشانه سلام و تحیت بالا می برند. پذیرایی از زائران یکی از رسوم به جا مانده از گذشته های دور است که در میان مردم عراق تا کنون با شور و شوق فراوان رواج داشته و شیعیان عراق با جان و دل و بعضن بذل تمامی مال خیش و اهدای نزورات و حضور شبان روزی در جایگاه های مخصوص از زائران اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام به بهترین شکل ممکن پذیرایی نموده و یا برای اسکان آنان را جای می دهند. عشایر حاشیه رود فرات در ایام مراسم پیاده روی چادرهای بزرگی در مسیر پیاده روی برپا می کنند که به آنها موکب یا مضیف می گویند و زائران را برای پذیرایی و استراحت در آنها جای می دهند. هیئت‌ها و مؤسسات و مجموعه های مذهبی عراق موکب های بسیاری برپا می کنند و به صورت رایگان به زائران خدمات می دهند. مدیریت موکب ها به شکل مردمی و مستقل از دولت ها انجام می شود. آیت الله العظمی شیرازی در اجتماع عزاداران حسینی در شام غریبان سال جاری رابطه با اهمیت زیارت اربعین فرمودند: تأکید می کنم هر فردی در هر جای عالم برای باشکوه تر شدن اربعین در حد توان خود برای اربعین بکوشد. بدانید دنیا پذیرای اربعین است. معظم الله همچنین فرمودند:
ایجاد تسهیلات برای زیارت اربعین حسینی به صورتی که این زیارت در تمام ابعاد و در سراسر جهان و برای تمام زائران رایگان انجام شود، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین راه‌ها برای پرشورتر و با عظمت‌تر برگزار شدن این زیارت مقدس است. ایشان تأکید فرمودند، همگان مخصوصاً مؤمنان ساکن در کشورهای غیر اسلامی باید در جهت پرشورتر برگزار شدن زیارت اربعین حسینی تلاش کنند. گفتنی است که سال 1403 14 سال پوشش زنده پیاده روی و مشایع اربعین حسینی توسط مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام می باشد. در حال حاضر این اجتماع بزرگ مذهبی روزانه 16 ساعت از 6 شبکه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به صورت زنده پخش می شود و فید رایگان آن همچون سنوات گذشته در اختیار سایر شبکه ها قرار می گیرد.